بازوی فناوری اطلاعات بانک سپه تو نمایشگاه تراکنش از سه تا سرویس رو نمایی کردش. با من همراه باشید ببینیم که این سرویس ها چیه. در خدمت های پور هاشم هستیم از شرکت رایانه خدمات امید. سلام. سلام، خوبی شما؟ خب به امید که توی این مراسم رو امید چه اتفاقی افتاد و چه سرویس هایی معرفی کردیم؟ حتما. ما سه تا محصول جدید داشتیم برای رونمایی. یکی محصول پیام رسان امید هست. در واقع با توجه به اینکه برای مشتریان همیشه پیامک می اومد تا از موجودی حساب و اینها آگاه بشن و اتفاقاتی که رو حسابشون افتاده، شرکت امید محصول جدیدی ارائه کرده به بانک. اون هم به این شکل هست که هر اکشنی شما رو حسابت انجام بدی به صورت نوتیفای برای شما میاد و در اپ شما قرار میگیره. این گام اوله. این اپلیکیشن قابلیت متعددی داره، مثل تیکت گذاشتن و مشخص دسته‌بندی تراکنش ها. تو گام های بعدی پی اف ام و سایر سرویس های ارزش افزوده روش اضافه میشه. در واقع شاید اس ام اس دیگه نیاد، احتمالا به اینجا میرسیم دیگه. مردم میتونن انتخاب کنن که خب آبونه مثلا پرداخت نکنن ولی از سرویس پیام رسان استفاده کنن. اما این پیام رسان چرا الان اهمیت بیشتری داره؟ چون ما بعد فرایند ادغام خیلی سعی داریم که محصولاتی به بازار ارائه بدیم که یو آی یو ایکس ادغام به مردم ارائه بده، یعنی کم کم مردم حس کنن که خب این بانک ها داره در بانک سپه ادغام میشه، اتفاق عجیبی نیست، اتفاق سختی نیست، خیلی نرم با این قضیه برخورد کنن. الان ما داریم در بانک های ادغامی این سولوشن رو تو چند تاشون نصب کردیم. به این ترتیب خواهد شد آیندهش که یک اپلیکیشنی هست، شما اگر مثلا مشتری بانک مثلا حکمت ایرانیان هستین، اپ سپه رو دارید، روی اسم حکمت ایرانیان میزنید، حساب های حکمتتون رو میبینید، میتونید تو سپه هم حساب داشته باشید، مال اونجا رو هم ببینید و یا هر بانک دیگه ای که تو این فرایند ادغام باشه. از این منظر این محصول نوآورانه. پلتفرم شمسا رو ما ارائه کردیم. پلتفرم شمسا اولین پلتفرم تجارت الکترونیکه، ما بهش میگیم اوپن ای کامرس، که داریم روش الان 300 تا وب سرویس ای کامرسی داریم. خب میدونید امید مرکز نوآوری خودش رو داره، ما داریم در راستای مسئولیت اجتماعیمون که حمایت از استارتاپ ها و فینتک هاست، وب سرویس های اونها رو هم میگیریم، اکسپوز میکنیم در اختیار بقیه اپلیکیشن ها و اون کسانی که دنبال خدمات نوآورانه قرار میدیم. الان اونجا ما نزدیک 300 تا وب سرویس داریم، از سرویس های توریسم، گردشگری، بیمه، تور و و و. خب ما به اون میگیم پلتفرم شمسا. شمسا مخفف شبکه مجازی سرویس های آنلاین. سایت شمسا نت رو هم امروز آوردیم بالا. در واقع شمسا نت میشه اون سایتی که باشگاه مشتریان بانک وچرهایی رو که به عنوان هدیه به اعضای باشگاه میده رو مشتری و اون اعضای محترم میتونن برن تو اون سایت هزینه کنن و خرج کنن. اپلیکیشنی هم که ارائه کردیم اپلیکیشن امید پیه. اپلیکیشن امید پی هم یکی از مشتریان پلتفرم شمسا است، یعنی سعی کردیم خدمات بانکی و اون استارتاپی که بالا خودمونه. بله 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 برای خودمونه. تو راستای مسئولیت اجتماعیمون میگم ما هر اپلیکیشنی هم بیاد توی مرکز نوآوریمون حمایت میکنیم، سعی میکنیم که لانچشون کنیم، کمک کنیم، رونمایی کنه. امید پی هم یکی از همون هاست. این اپلیکیشن الان یه سبد خوبی از سرویس های ای کامرس بانکی پرداخت رو داره، ما داریم کمک میکنیم که سبدش رو کامل تر بکنیم و حالا ایشالله با کمک بانک سپه که دیگه بزرگترین بانک جهان اسلامه، قدیمی ترین بانک ایرانه، بتونیم این اپلیکیشن رو حالا تا اونجا که میشه همه گیرش بکنیم. متشکرم، مرسی از توضیحات شما. ممنون، قربون شما.